بخش آقا سلام علیکم. بفرمایید. الان زمان ثبت نامه؟ اومدی برای ثبت نام؟ بله، برای ثبت نام اومدم. بسیار عالیه. رشته تخصصی که قبول شدی چیه؟ والا ما ارتوپدی خوندیم. آها، ارتوپدی. بله بله. چه گرایشی؟ استخون شناسی. بابا چرا اینقدر دیر اومدی؟ خب الان کلاس ها پر شده دیگه. خب بالاخره اشکال نداره، حالا این فرمو پر کن ببینم چی کار میتونم برات بکنم. بگی بگی فرمو پر کن. خیلی ممنون آقا. شما هم چیز دارین واحد استخونه 30 ساله هم ارائه میکنین؟ بله، اگه امسا رو هم حساب بکنیم از درس استخونه 30 ساله داریم تا درس استخونه 22 ساله. بله بله. که شما میتونید برای هر ترمی یکی رو به عنوان درس تخصصی انتخاب بکنید. آها، خب وضعیت آزمایشگاه این دانشکده چطوره؟ آقا اختیار داری، اصلا به جای دانشکده باید بگی چی؟ آزمایشکده. به ازای هر واحدی که انتخاب میکنن ما آزمایشگاه داریم. بله. از V1 تا V8، از K1 تا K19. بخشید این V و K یعنی چی؟ این V و K که گفتی؟ بابا ما همیشه با این دانشجوی جدید الورودی مشکل داریم. بابا V مخفف ولفجره، کی مخفف کربلا. بله بله. استخونه باقی مونده از عملیات ولفجر یک تا دو اتاقای V1 تا V8 و اتاقای K1 تا K15 واسه استخونه چیه؟ عملیات کربلای 1 تا 15. خب من می‌خواستم از استخون شناسی ولفجر شروع کنم که ببینم چی میشه دیگه. نه خیلی جونم، اول باید از واحدهای پیش، اول شما باید واحدهای پیش نیاز رو بگذرونید. بله بابا، این واحد پیش نیاز دیگه چیه داستانش؟ واحد گوشنی، واحد کفنوده، واحد نوع خونی، واحد آبقوره گیری، عربده کشی، واحد ساخت تابوت، واحد چی؟ پاشیدن گلا. خب باشه، ولی میشه این واحد رو با درسه اصلیم همزمان یه جا بگیرم؟ میتونم با هم دیگه همزمان پیش بریم؟ بله البته که میتونیم، ولی باید چیکار کنیم؟ کمک آموزشی رو باید خودتون فراهم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی با یه یکی از کاروان راهیانون میرید کجا؟ به مناطق مرزی. خب بعد دیگه اونجا استخونه رو خودتون میارید، حل و فصلش میکنید. ای آقا وای پیدا نشد چی؟ اون دیگه علی در من مشکل من نیستش که. بعد من تویی که داری به قول آیت الله بهشتی از این تخصص و از این طرح دفن کشته‌ها تو دانشگاه بهره مند میشی. خب دست کم یه عرقی هم برید، یه زحمتی هم بده که تو برو اونجا. من آقا جون اگه اونجا استخونه آدمی زدم پیدا نکردی، یه چیز دیگه گیر بیاد، یه چیز گیر بیاد بتونیم واحد رو باش بگذرونی. باید بعد دیگه میتونیم درس رو شروع کنیم. البته برای کار عملی واحدهایی که گفتم باید قبل کنی، قبل کافی سیگار بکنی، تو محوطه بکنی. و در ضمن تعهد بدین که استخونه رو از دانشگاه خارج نکنید. بابا همینجا چی؟ بعد همینجا در طی مراسمی دفنشون بکنی. همین. خب واحد اختیاری هم میشه انتخاب کرد؟ این واحد ببین، این ترم فقط واحد پخت و تزیینات حلوا ارائه میشه که میتونید انتخاب بکنید. خب بالاخره از کی کلاس شروع میشه؟ بابا جون گفتم که دیر اومدی، کلاس ها پر شده. حالا یه برگ برگه برای تو مینویسم، برید قصرخونه تو بیزهرا. میدونی چی داشت؟ اینجا خیلی شلوغه. بعضی زیاد میان برای زیارت قبور، برای سینه زنی، نوع خونی را میندازن. گاهی اوقات قمه زنی هم هست. این واسه چیه؟ برای اونایی که مخل نظم مجلس تعلیم و نوع خونی بشن. اونجا مورد استفاده قرار میگیره. بالاخره اینجا سر و صدا زیاده. ولی بیزهرا که بری هم ساکته، هم فضاش بازتره، جای خالی گیرت میاد، راحت بشه اونجا درساتو بخون. ولی میتونی ببین، میتونی آخر ترم برای صرف خورما و دو بیای دانشگاه تا تو هم از این فضای معنوی بیشترین استفاده رو بکنی. سری برو برو، وگرنه اینجا خودتو بدین استخون دفنت میکنیم. برو اونجا، برو آقا.